السلام علیک یا ابا عبدالله. توییت نمایی های عزیز سلام. با فرارسیدن اربعین حسینی، پیاده روی اربعین و دوری از کربلا از موضوعات داغ فضای مجازی بود. هشتک انگلیسی اربعین 2020 از جمله هشتک هایی بود که این روزها جزو ترند های جهانی شد و کاربران توییتری با این هشتک از دلتنگی هاشون برای پیاده روی اربعین نوشتن. تو این قسمت برنامه میخواییم چند تا از این توییت ها رو با هم مرور کنیم. آدم نوشت اربعین امسال اسم عراق برای ما دو تا داغ رو تازه میکنه. یکی داغ فراق آقا و دومی داغ شهادت سردار. فلاحین عکس از حاج قاسم گذاشت و نوشت تو رفتی و ما در چهلومین هفته‌ای که به سوی تو نشسته ایم در اربعین سید و سالار شهیدان غم فراق کربوبلا را تاب می‌آوریم. ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. روی حاج قاسم عزیزمون شاد باشه. انشالله امسال نایب و زیاره همه ما ایرانی ها توی کربلا و حرم امام حسین باشه. زهرا همین عکس رو گذاشت و نوشت یاد تو میافتم، یاد سال گذشته موقع وصال، یاد خاطره های سفر، یاد مسیری که امسال راه هم ندادم بهش. حالا چیکار کنم؟ من موندم و وسایل سفری که یک سال با عشق بهش فکر کردم و حالا راه سفر رو بستم. چیکار کنم؟ کجا برم؟ در کوی نیکنامان ما را گذر ندادم، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا. محمد همین عکس رو گذاشت و نوشت این پاهای زائری است که با نعل مناسب و جوراب و در جاده های پر از خدمت رسانی های مختلف و خالی از خار و خاک به کربلا می رود. تصور پاهای کودکان یتیم در کاروان اسارت امام حسین علیه السلام با شما. مرداب هم نوشت هر وقت به تاول زدن های پاهات خندیدی اون زمان بدون که عاشق شد. درد تاول های پاهامون تو این مسیر واقعا از شیرین ترین درد هایی بود که تجربه کردیم. انشالله دوباره راه رفتن توی جاده نجف به کربلا نصیب میشه. سید مرتضی هم نوشت دلتنگی ها بسیار است، رنج راه چه لذتی داشت، حتی دلتنگ تاول های پاهایم شدم. خاک کف پای زوار که می نشست روی صورتم، مسیر بهشت چه زیبا بود. مصطفی اسدی نوشت داشتم به این فکر می کردم که امسال حتی ظاهر ایمانمون هم ناقص شده. آقای امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید نشانه های مؤمن 5 چیز است: اقامه نماز 51 رکعت، زیارت اربعین حسینی، انگشتر در دست راست کردن، سجده بر خاک و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله باطن ایمانمون ناقص نشه. حسین ابراهیمی هم نوشت باید سر و شکل ظاهریمون با اعتقادات و فرهنگمون سنخیت داشته باشه. دقت کردین تو حدیث معروف امام عسکری علیه السلام برای اربعین علامتهای مؤمن رو میشمارن که این علامتهای شیعه است. یعنی دوست دارن در عین وحدت و اخوت تمایزها و تشخصهای خودمون رو حتی در ظاهر هم حفظ کنیم. انشالله که هممون عامل به این حدیث نورانی باشیم. ایگو هم نوشت یزید میخواست نور حسین را خاموش کند. نام حسین بعد 1400 سال بر تارک دنیا میدرخشد. سجاد هم نوشت اربعین به بهترین شکل نشون داد امام مثال کعبه است. این ما این که باید بریم سمتش.